واشنگتن تایمز 4 فوریه 2014. فراخوان 2,155,000 تن از مردم عراق به آمریکا و سازمان ملل برای اقدام فوری. قطع دخالت‌های خونین و اشغالگرانی رژیم ایران در عراق عامل جنگ فرقه گرایانه در این کشور. استقرار ناظران سازمان ملل در لیبرتی و تضمین حداقل استانداردهای امنیتی آن. انجام تحقیقات بی‌طرفانه درباره جنایت هولناک اول سپتامبر 2013 در اشرف و مشخص کردن آمران و عاملان آن. وادار کردن حکومت عراق برای آزادی 7 گروگان اشرفی. امضا کنندگان شامل 3,162 تن از شیوخ شامل 40 شیخ کل عشیره، 14,122 وکیل و حقوقدان، 39,861 پزشک، مهندس و استاد دانشگاه، 508 تن از روحانیون و علمای دینی، 25,267 نویسنده و روشنفکر، 203,195 تن از زنان عراق. امضا کنندگان فراخوان 2,155,000 تن از مردم عراق به آمریکا و سازمان ملل برای اقدام فوری تاکید کردند. رژیم ایران با شعله ور کردن جنگ فرقه‌ای و دامن زدن به اعمال تروریستی در عراق، خون ده‌ها هزار بیگناه را بر زمین ریخته است. سلطه و سیطره رژیم ایران در عراق به حدی رسیده که توسط حکومت عراق و ایادی خود در این کشور 7 بار مجاهدین خلق ایران، اپوزیسیون رژیم ایران را که بیدفاع و تحت حفاظت بین المللی هستند، مورد تهاجم وحشیانه قرار داده است. بیانیه مطبوعاتی دبیرخانه شورای ملی عشایر عراق، بغداد، 20 ژانویه 2014. طی یک کارزار گسترده که در پاسخ به فراخوان ملی و انسان دوستانه مردم عراق در دفاع از ساکنان لیبرتی از سوی شورای ملی عشایر عراق و در هماهنگی با شمار زیادی از تشکل‌های عشایری و نیروهای ملی و میهنی به عمل آمد، 2,155,000 تن از 18 استان عراق با امضای یک بیانیه مشترک ضمن محکوم کردن تهاجمات خونین و جنایتکارانه علیه اعضای مجاهدین مستقر در لیبرتی، خواستار استقرار نیروهای سازمان ملل در این کمپ و تضمین حفاظت آنها شدند. در میان امضا کنندگان که از اقشار مختلف مردم و همگی بالای 18 سال هستند، از جمله 3,162 شیخ که در بین آنها 40 شیخ کل عشیره، 14,122 وکیل و حقوقدان، 39,861 پزشک و مهندس و استاد دانشگاه، 508 تن از روحانیون و علمای دین، 25,267 نویسنده و روشنفکر و 203,195 تن از زنان به چشم می‌خورند. در این کارزار 121 تشکل شامل مجالس شیوخ، سازمان‌ها و انجمن‌های غیر دولتی، انجمن‌های زنان، کانون‌های دانشجویی، انجمن‌ها و تشکل‌های حقوقی از سراسر عراق شرکت داشتند.
امضا کنندگان این بیانیه با ابراز انزجار از دخالت‌های ویرانگر رژیم ایران در عراق یادآور شدند. سلطه و سیطره رژیم ایران در عراق به حدی رسیده که توسط حکومت عراق و ایادی خود در این کشور 7 بار مجاهدین خلق ایران، اپوزیسیون حکومت ایران که بیدفاع و تحت حفاظت بین المللی هستند را مورد تهاجم وحشیانه قرار داده است که نتیجه آن 116 کشته و بیش از 1375 مجروح می باشد. در حالی که آنها افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون 4 ژنو بودند و دولت عراق به آمریکا و سازمان ملل به طور مکتوب تعهد حفاظت از آنها را داده بود. نیروهای تحت امر نخست وزیری به این کشتارها بسنده نکرده و 7 تن از ساکنان اشرف شامل 6 زن و 1 مرد را به گروگان گرفتند. امضا کنندگان بیانیه تاکید کردند مجاهدین افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون 4 ژنو بوده و از حفاظت بین المللی برخوردارند. آمریکا در قبال حفاظت این افراد بر اساس قراردادی که با تک تک آنها بسته مسئولیت دارد و از نظر ما سکوت آمریکا و سازمان ملل در قبال این جنایات و فشارها میدان دادن به رژیم ایران و مزدوران عراقی آن برای افزایش این کشتار و فشارهاست و ما به شدت آن را محکوم می کنیم. مجاهدین میهمانان محترم مردم عراق هستند و همواره روابط برادرانه با مردم عراق داشتند و در تمامی شرایط در کنار آنها بودند. 2,155,000 امضا کننده این بیانیه در پایان سازمان ملل متحد و دولت آمریکا را به اجرای فوری این موارد فرا خواندند. حکومت عراق را وادار کنند هرچه سریعتر 7 گروگان اشرفی را آزاد کند. استقرار ناظران سازمان ملل در لیبرتی و تضمین حداقل استانداردهای امنیتی در لیبرتی. انجام یک تحقیقات بیطرفانه درباره جنایت هولناک اول سپتامبر 2013 در اشرف و مشخص کردن آمران و عاملان آن. قطع دخالت‌های خونین و اشغالگرانه رژیم ایران در عراق که بانی و مسبب جنگ فرقه‌گرایانه در این کشور است. دبیرخانه شورای ملی عشایر عراق، بغداد، 20 ژانویه 2014.